به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده یوسفی هستم. در این ویدیو میخوام سوالات آزمون جامعه اول که در واقع میشه آزمون شماره 4 مؤسسه مهستان رو پاسخ بدم. دروس منطقی و معماری، هرچند کلن راضی نیستم از نتیجه آزموناتون و اینو میذارم باز به حساب اینکه کم درگیر ذهنی هستید و شاید خیلی هنوز جدی نگرفتید، شاید فکر میکنید آزمون بخواد تعویق بیفته که نمیفته، بچه ها بشینید بخونید، هنوز فرصت هست. شاید اعتماد به نفس ندارید، شاید فکر میکنید این درس ها قولی هن، از شما بالاترن، نیستن بچه، این درس ها از شما خیلی پایین ترن، ساعتشون بسیار بسیار پایین تر از شما هست. فقط باید به خودتون اطمینان داشته باشید، اعتماد به نفس، خودتون رو فراتر از سوالات ببینید، فراتر از درس ها ببینید، یعنی واقعا فکر کنید که استاد این درس دارید میشید. این خیلی مهمه. اگه همچین دیدی داشته باشید، سوال جدید اگه داده بشه میتونید بهش فکر کنید، و اگه نه از همون اول بازنده اید. خودتون رو پیدا کنید بچه ها، فرصت هنوز هست، فرصت رو از دست ندید. من در این ویدیو بچه ها پس 14 تا سوال رو خیلی سریع میخوام حل کنم که وقتتون رو نگیرم، خوبه؟ سوال اول میگه که سوالات هم تقریبا همش یه نوع تکرار بود دیگه، به خصوص منطقی معماری که چیز جدید نداره اصلا. با فرض اینکه ورودی غیر مجاز به مدار زیر اعمال نشود. غیر مجاز یعنی اینکه صفر و یک به هم برخورد کنن. ما وقتی که مداراتی میسازیم که به هم خروجیاشون وصله، ورودی غیر مجاز نباید بدیم، که اگر بدیم صفر و یک به هم بخورن مدار ممکنه آسیب ببینه. پس چه سوال بگه چه نگه، فرض اینه که ما ورودی غیر مجاز نمیدیم به مدار. بعد این مدار بچه اگه میخوای تابشو بنویسید، راهش اینه که جدول بکشید. نمیشه یهو تا بنویش، چون این اتصال استاندارد نیست، یعنی سلکت این و سلکت این ناتهم نیستن. اگه این دوتا سلکتشون ناتهم بودن، خب میشد یهو تابه رو نوشت، نه؟ پس اینجا اگه سلکت باشه سی، اینجا باشه سی نات، کافیه هر تابه‌ای که این میده ضرب در سی کنم و هر تابعی که این میده ضرب در سینات کنم که راحت بعد اور کنم با هم. ولی اینجا استاندارد نیست و راه اینه که من بیام یه جدول کارنو تشکیل بدم. خب من جدول کارنو با بچه ها مثلا آبی رو میذارم بالا، مهم نیست سی رو میذارم پایین. دلیل اینکه آبی رو بالا گذاشتم اینه که آبی دادم به سلکت این دوتا، گفتم کنار هم باشن، ولی مهم نیست چون من شماره که نمیخوام بدم، شماره مین ترم یا شماره ماکس ترم که از من نمیخواد. خب بچه ها بید حالا اینو را تحلیل کنیم. مثلا ستون اول آ صفره و بی صفره، خب این قطعه، اینم قطعه، پس کلن این زد میده، اینم زد میده، پس اتصالشون هم میشه زد. بعد زد رو به یه بافر بدیم، به ما دونکر میده بیرون، چون که گیت ها بچه ها، گیت های معمولی، ورودی زد واسه شون بیمعنیه. ورودی زد واسه یه گیت مثل ورودی دونکر میمونه. پس شما اگر به یه گیتی زد بدی، انگار دونکر دادی. مثلا شما اگر این گیت اند رو زد بدید، بعد یک بدید یه پایشو، این فرقی با این نداره که به این انده یه پایشو دونکر بدید یه پایشو یک، یعنی یه ورودیشو بیاید بی اهمیت بدید، ندونیم چی میدید، یه پایشو یا قطع کنید. این دوتا واسه این گیت یه معنی داره. زد و ایکس یه معنی ندارن، ولی از نظر این گیت زد توی ورودی مثل دونکر عمل میکنه و این دوتا اندشون میشه دونکر، چون بستگی داره که اون دونکره چند باشه، صفر باشه یا یک باشه، نه؟ این زدن بچه ها میگن مثل دونکر در ورودی عمل میکنند. خب ستون بعدی آ صفر بی یکه. خب وقتی که آ صفر این قطعه، بی که یکه این وصله، سینات میاد، اون که قطعه بندازش بیرون دیگه، سینات میاد و از این بافر رد میشه، میشه سینات. پس اینجا میشه سینات. ستون آخر رو بگم زودتر. ستون آخر آ یکه، بی صفره، پس این قطعه. بعد چون آ یکه، آ و بی نند میشن، بعد نات میشن، پس انگار اند میشن، از این بافر هم رد میشن میان بیرون، پس اینجا میشه اند آ و بی. و چون بی صفره صفر میشه، چون بی صفر. ستون سوم آ و بی جفتشون یکن، یعنی جفت
این دوتا گیت سه حالت وصلن. پس خونه خونه بررسی کنم. این خونه آ و بی یکه، سی صفره. خب این بند خدا آ و بی چون یکه صفر میده، بعد این صفر نات میشه یک میده، پس اینجا یک شد تو این خونه. این پایینی هم بچه ها سی چون صفره، سی چون صفره بعد نات میشه یک میشه، بعد یک و یک میخورن و هم نتیجه یک میشه، یک از وافر رد میشه یک میشه و بالاخره اینجا خب بچه ها اینجا آ و بی و سی یکن. خب چه اتفاقی میفته؟ اون بالا که یک میده، این پایین چون سی یکه نات میشه صفر میشه، یک و صفر میخورن و هم میشه غیر مجاز. پس اینجا غیر مجاز هم که میشه کلن دیگه غیر مجاز، یعنی در واقع این حالتیه که ما به این مدار نمیدیم، اصلا حالت غیر مجاز رو نمیدیم به مدار، حتی حالتی که اینجا زدن بشه نمیدیم، اونم غیر مجاز یه جورایی، چون زد واسه گیت ورودیش مجاز نیست، یعنی زد توی ورودی گیت نباید داده بشه. بعد این جدولش، بعد این جدول من بخوام یکاشو دسته بندی کنم، خب این دوتا رو با هم میگیرم، این دوتا هم تابش میشه 20 سینات و جواب میشه گزینه یک. میرم سال بعدی. بچه سال بعدی میگه کدام گزینه یک مجموعه منطقی کامل نیست؟ من کامل رو میدونم. نه، کامل به چی میگن؟ به اندو اورونات میگن کامل، یا هر مداری که بتونه اینا رو بسازه، درست؟ به اینا میگن کامل. یکم سریع از درس یادآوری کنم. یادم هست که اند به همراه نات، اور به همراه نات، اینا رو میشه به صورت تابع هم نوشت، یعنی بمیسم آ اند بی و آ نات اینجوری. بعد نند و نور، اینا اصطلاحاً کامل قوی هست، یعنی در ورودی فقط آ و بی رو بدی، با این مجموعه ها میتونی آ اند بی و آ اور بی و آ نات رو بسازی، کامل قوی بهشون میگن. ولی اگه خاطرتون باشه ایکس اور به همراه اور، ایکس اور به همراه اند، هافدر، مالتیپلکسر، فولادر، گالا هافدر رو گفتم، اینه فولادر هم گفتم، اینا اصطلاحاً کامل ضعیف هم. یعنی به اینا علاوه بر آوبی باید صفر یا یک هم داده بشه که اینا به شما اند و اورونات رو بدن، ولی به کل اینا میگن کامل، به کل این مجموعه کامل میگن، یعنی کامل قوی و ضعیف تو تستا مهم نیست، جفتش کامله، مگه اینکه خود سال به صراحت بگه من کامل قوی میخوام یا کامل ضعیف میخوام. دو نوع کامل دیگه هم داریم تو کتاب که خیلی مهم نیست. خب نیم جمع کننده کامل قویه، درست کامل ضعیفه، نور کامل قویه، مالتیپلکسر کامل ضعیفه، ولی رمزگوش ها کامل نیست و با رمزگوش های خالی نمیشه تابعی رو ساخت، در واقع نمیشه اندو اورونات رو تولید کرد. رمزگوش ها بعد انتهاش بیاد اور وصل بشه یا نند یا اند، یا خلاصه بستگی داره که رمزگوش های اکتیو های یا لوه، یه سری گیت دیگه هم میخواد تابه بده، مثلا رمزگوش های مثبت با اور به ما تابه میده یا با نور به ما تابه میده، یا رمزگوش های منفی با نند یا با اند به ما تابه میده، خودش خود به خود به ما تابه نمیده، یعنی کامل نیست. برم سوال بعدی. پس این سوال شد گزینه 4، سال 59 بود فکر کنم. بچه سال بعدی این سال 60 دفترچه است که میگه فرض کنید آوبی 4 بیتی هست، سیستمشون توس کامپلیمنت، خروجی مدار زیر کدام است؟ یه این نقطه اضافی آره نیم از اشکالاتش چیز اسکنه. آنات و بینات با یک با هم جمع شدن، همین. پس بچه ها خروجی ما میشه آنات به علاوه بینات به علاوه یک. دقت کنید که توی سیستم توس کامپلیمنت کری اوت جز به خروجی اصلا نیست، یعنی کری اوت رو نمیارن کنار خروجی بذارن، توی سیستم توس کامپلیمنت کلن کری اوت نادیده گرفته میشه. حالا این که این چیه، فکر کنم موافقید که قرینه آ یعنی ناتش به علاوه یک، درست؟ قرینه آ یعنی نات به علاوه یک. خب دیگه حالا اینو ببینید که اگه بخواید با آ و بی تبدیل کنید چی میشه. قرینه بی هم مسلماً میشه ناتش به علاوه یک، یعنی توس کامپلیمنتش، تو سیستم توس کامپلیمنت که پیشورز علامت داراست،
چون اگر یه عددی رو تو مبنای دو بگیری نات کنی با یک جمع کنی، یعنی اینکه قرینش کردی، در واقع توس کامپلیمنتش کردی که میشه قرینش کردی. خب این بی نات به علاوه یک رو میتونم بمیسم منفی بی، آنات رو هم میتونم یه دونه یک بهش اضافه کنم، یه دونه یک هم کم کنم، بعد این آنات به علاوه یک هم بمیسم منفی آ، پس این میشه منفی آ منهای بی منهای یک، که سوال بسیار ساده ای بود. پس این سوال گزینه دو میشه جواب. سوال بعدی بچه ها میگه مدار زیر یک رامه که اعداد باینری بی علامت 6 بیتی رو به نمایش بی سی دی با کد 84 منفی 2 منفی 1 تبدیل میکنه. بفرمایید در آدرس های 54 و 62 چه کلماتی ذخیره شده. بچه ها معنی سوال اینه که اگر من به این 54 بدم به من چی میده؟ 64 بدم، 62 بدم به هم چی میده؟ خب من به این 54 بدم، این در واقع به من معادل کد 84 منفی 2 منفی 1 54 رو میده، چون داخل این توی هر آدرسش کد این ذخیره شده. یعنی بچه من به این یه عدد انگار دو رقمی میدم، 6 بیتی حتی اکثر، از 0 میدم تا 63، یعنی ورودی های این از 0 تا 63 هم درست؟ بعد مثلا 0 که میدم خونه 0 این، خونه صفر این معادل صفر توی سیستم 84 منفی 2 منفی 1 ذخیره، مثلا تو آدرس صفر این ذخیره شده، آدرس صفرش اینجوریه. تو آدرس یکش معادل یک توی این کد ذخیره شده که یک رقم دهگانش صفر، یکانش یکه که دهگانش صفر 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 صفره. یک هم توی این کد چجوریه؟ یک توی این کد صفر یک یک یکه، نه یک 4 منفی 2 منفی، همین دیگه، خیلی سوال ساده یه. پس حالا من در واقع میخوام ببینم 54 تو آدرس 54 چیه. یعنی بچه ها میخوام ببینم که 54 معادل کد 84 منفی 2 منفی 1 چیه. خب 5 شو 8 منهای 3 میشه، این 5 8 منهای 3، 4 ش هم که میشه 0 1 0 0. پس تو آدرس 54 اینه که از این طرف اگه نگاه کنم گزینه‌ای که اینا میگه هم گزینه 1 و هم گزینه 3. خب حالا تو آدرس 62، 62 بچه‌ها 6ش میشه 8 منهای 2، 2ش هم میشه 4 منهای 2 ان شاء الله، 4 منهای 2 2 که اگه نگاه کنید گزینه 3 دقیقاً این حرفا رو زده، بنابراین جواب میشه گزینه 3. من تعجب میکنم کسی این سوالات رو نمیزنه، معنیش رو نمیفهم. گفتم معنیش همونه که آدم اعتماد به نفس شاید نداره. من اینا درس خوندید دیگه، کاری نداره که. بچه‌ها سوال بعدی میگه اگر مدار مقابل هازارد داره کدوم گزینه رفع هازارد کرده؟ ببینید دوستان این مدار یه مدار اصطلاحاً آسنکرونه، یعنی اینکه از خروجی فیدبک داره به ورودی. ولی اصلا مهم نیست. هازارد واسه هر مداری قابل تعریف. کافیه شما یه کاری کنید، اسم فیدبکش رو یه چیزی بذارید، مثلا اینجا وای بزرگه وای کوچیک، اصلا دوست نداری اسمشو بذار، اسم فیدبکش رو بذار مثلا سی، مهم نیست که، پس یه اسمی واسه فیدبکش بذارید، تابش حالا بنویسید، مثل مدارات ترکیبی که تابه رو می‌نویسید اینجا هم تابه رو بنویسید. خب این اند آوبیه، این اند بینات سیه که با هم اور شدن میشه آبیه به علاوه بینات سی. حالا این که این آیا هازارد داره فکر کنم دیگه درس رو انقدر بلدید که بدونید بله این هازارد داره، تابه این شکلی هازارد داره. میخوای کارنوش رو بکش، هرچند که میدونم انقدر خبره اید که لازم نیست بکشید، بگیرم لهتون کنم شما ها رو. خب بچه ها آبی یعنی A1 B1 میشه این دوتا که سریع داروش دستم بکش بابا جون، بینات سی هم میشه این دوتا. خب همطور که میبینید اینجا دوتا یک مجاورن، توی دسته نیستن، اینجوری کنی رفع هازارد میشه. یعنی کافیه جمله AC رو به این اضافه کنید، یعنی کافیه اینجا یه اند اضافه کنید، خب با ورودی های این و این ایه، که اگه نگاه کنید تو گزینه دو فکر کنم این کارو کرده. میبینید تو گزینه دو بچه این دوتا رو که اینن کشیده، بعد اینجا یه اند اضافه کرده با همین ورودی و ای، بعد گزینه دو پس رفع هازارد کرده. پس جواب این سوال بسیار ساده مثل همه ای سوالات گزینه دو. میرم سوال بعدی.
بچه ها سوال بعدی میگه به فرض آن که این مدار از این حالت شروع کنه، خروجی Q2, Q1, Q0 کدوم مقدار رو نمیگیره؟ من ترجیح میدم تابع حالت بعدی ها رو بنویسم که این نخوام به شکل نگاه کنم. Q2 استار. خب بچه این فلیفلاپ دیه، خب Q2 استارش با ورودیش مساویه که ورودیش داره از Q0 نات میاد. Q1 استار. خب این فلیپ فلاپ تیه. فلیپ فلاپ تی کیو استارش میشه تی ایکس اور کیو که این تیش داره از کیو دونات میاد. پس کیو دونات ایکس اور کیو خودش یعنی کیو یک. دارم توابع حالت بعدی رو مینویسم. فلیپ فلاپ ها رو توابعشون رو حفظم. فلیپ فلاپ تی تابع حالت بعدیش میشه کیو استار مساوی تی ایکس اور کیو. پس اینجا کیو یک استار میشه تیش که کیو دونات ایکس اور با خود کیو یک. و کیو صفر استار، خب این فلیپ فلاپ دیه، تا به حالت بعدیش میشه ورودیش که کیو یکه. خب حالا بچه من از حالت صفر 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 شروع میکنم ببینم چه حالتی رو تولید نمیکنه. این که نات کیو صفره، پس این کیو دوه، این کیو یکه، بیت سوم هم کیو صفره. نات کیو صفر یک میشه، کیو دو نات ایکس اورش با کیو یک یک میشه، خود کیو یک هم که صفر. این کیو صفر نات هم که یک میشه، کیو دو نات با کیو یک ایکس اورش یک میشه، خود کیو یک هم یک. این کیو صفر نات صفر میشه، ایکس اور کیو دو نات با کیو یک نات یک میشه انشالله، این هم که یک. این انشالله که اشتباه نمی کنم، Q2 استار میشه Q0 نات که Q0 نات صفر میشه، ایکس اور نات Q2 با Q1 صفر میشه، خود Q1 هم که یک. این Q0 نات صفر میشه، Q2 نات ایکس اورش با Q1 یک میشه، این هم که صفر. این Q0 نات یک میشه، کیو دو نات با کیو یک ایکس اور بشه صفر میشه، خود کیو یک هم یک. این نات کیو صفر صفر، ایکس اور کیو دو نات با کیو یک صفر، کیو یک هم صفر. یعنی برمیگردم به اینجا. خب بچه حالت ظاهرن دو رو تولید کرد، پنج رو تولید کرد، سه رو تولید کرد، چهار رو تولید نکرد، میشه گزینه یک. خب این کلیدش رو اشتباه زدن، میگم اصلاحش کنن. 63 گزینه یک درسته. سوال 63 بود فکر میکنم که گزینه یک درسته. خب بچه‌ها بریم سوال بعدی. فکر کنم سوال 64 دفترچه هستین. شماره‌اش هم میآوردم. آخرین سوال مدار منطقیه. میگه فرض کنید تأخیر مالتیپلکسر، یعنی ایشون 10 نانوثانیه است. تأخیر جمع کننده یا مثلا هافدر احتمالاً 15 نانوثانیه است و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپ ها به صورت تأخیر کلاک به کیو که همین مهمه، پروپاگیشن دیلی که میگیم، تأخیر کلاک به کیو یعنی کلاک میزنیم چقدر طول میکشه کیو عوض شه، 5 نانوثانیه است. اینجا هم همینطور. ستاپ تایم یعنی ورودی بخواد تثبیت بشه، یعنی اینجا 2 نانوثانیه است. اینجا هم همینطور، یادم باشه اینا رو. هولد هم 12، هولد هم یادم باشه 12 که یه قانونی داره بعد رعایت کنم که اگه اون قانون رعایت نشه گزینه 4 میشه. حداقل پریود کلاک کدام است؟ این سوالات خیلی تکراریه. راهش اینه که بچه‌ها شما کلاک رو میگیری دست لب مثبت رو به جفت اینا میزنید چون جفتشون حساس به لبه مثبتن. بعد ببینید که وقتی که لبه مثبت رو میزنی چقدر طول میکشه تا ورودی هر دو فلیپ فلاپ آماده شود. خب بیا بزنیم. من لبه مثبت رو که میزنم با رنگ سبز میرم، لبه مثبت رو که میزنم این 5 تا طول میکشه به من خروجی بده، همزمان اینم 5 تا طول میکشه خروجی بده. در ضمن فرض میکنم اول کار ورودی این دو فلیپ فلاپ آماده هست، قبلا آماده شده، من لبه رو میدم، لبه مثبت رو میزنم، بعد فکر میکنم که تا اون بعد از اون لبه چقدر طول میکشه تا ورودی ها مجدد حاضر بشه. خب لبه رو که زدم 5 تا طول کشید که ایشون خروجی بده، اینم همینطور همزمان هر دو میدن. بعد این 5 میاد از این 10 رد میشه، 15 تا طول میکشه اینجا آماده شه. درست 15 تا طول میکشه اینجا آماده شه. پس این فلیپ فلاپ الان ورودیش اوکی، 15 تا طول میکشه آماده شه، در ضمن هولدش هم 12 رعایت شده.
یعنی هولد این از این 15 کمتره و باید باشه. هولد هر فلیپ فلاپی از میزان تأخیر پشتش باید کمتر باشه یا نهایت مساوی باشه. هولد این پس رعایت شده. 15 با 2 جمع میشه 17. پس من پریود اینو 17 بگیرم درست میشه. خب پس این فلیپ فلاپ با فاصله های 17 17 17 17 اگه کلاک بخوره اوکی. این حالا ولی اینم هست. خب بچه این 15 تا اینجا اومده، از این میخواد رد شه، از این میخواد رد شه، 15 تا میذاره روش. درسته که این یکی از ورودیاش خیلی وقت آماده شده، ولی این ورودی بعد از 15 تا تازه اومد، نه از اون وقتی که ما لبر رو زدیم. 15 با 15 30، تازه اینجا 30 اومد. در ضمن اینم هولدش رعایت شد. هولد این 12 از این 30 کمتر، خیلی خوبه. حالا این 30 باید ستاپ بشه، یعنی با 2 جمع بشه 32. پس به خاطر این یارو من مجبورم پریودمو 32 32 32 بگیرم. این یکم ضد حال میخوره چون این با 17 هم کار میکنه، ولی به خاطر این مجبورم 32 بگیرم. پس پریود کلاکمو مجبورم در این سال 32 بگیرم به همین راحتی. خب بریم سوالات معماری. میگه میخواهیم کامپیوترهای R1 و R2 را مقایسه کنیم. فرق دو این دو ماشین این است که R1 دارای دستورات ماشین برای عملیات ممیز شناور است، ولی R2 نه. عملیات ممیز شناور در R2 توسط نرم افزار و با کمک چندین دستور غیر ممیز شناور پیاده سازی شده است. میگه R2 بچه ها دستور فلوتینگ پوینت نداره. طرف بخواد مثلا جمع فلوتینگ پوینت انجام بده، میاد برنامه می نویسیم واسش. مثلا خودمون برنامه نویس میگه اول برو قسمت سعی رو جمع کن، بعد برو این کار رو کن، بعد نمیدونم نماها رو مقایسه کن. خودمون با دستورات موجود که دستورات صحیحه کار فلوتینگ پوینت انجام میدیم. یعنی کار برنامه نویس یه خورده سخت میشه، ولی مهم نیست تو این سال. الان میبینیم هر دو کامپیوتر دارای نرخ کلاک 400 مگاهرتزن. در هر دو یک برنامه اجرا میشه که دارای مشخصات نوع دستور، درصد تو اون برنامه، تعداد کلاک واسه هر دستور R1 و تعداد کلاک واسه هر دستور R2. مثلا دستورات جمع ممیز شناور 16%، ضرب ممیز شناور 10%، تقسیم ممیز شناور 8%، دستورات غیر ممیز شناور 66%. و تعداد کلاک هم گفته تو هر دو ماشین چقدره. میپس ماشین R1 حدوداً چند برابر ماشین R2ه. خیلی از اطلاعات داده شده الکیه و من بلدم بچه‌ها. میپس معنیش چی بود؟ میلیون اینستراکشن پر سکند، یعنی بالا میلیون اینستراکشن، پایین زمان بر حسب ثانیه، یا بالا اینستراکشن تعدادش، پایین زمان بر حسب میکرو ثانیه. زمان پس بچه ها بالا تعداد دستور اینستراکشن کاونت، میلیون اینستراکشن، میلیونشو برمیدارم، تعداد دستور اینستراکشن کاونت تقسیم به زمان اجرای برنامه. زمان اجرای برنامه میشه instruction count ضرب در CPI ضرب در پریود کلاک، ولی میکرو ثانیه. که اگر instruction count رو حذف کنم تی بره بالا میشه فرکانس، کلاک ریت. کلاک ریت بر حسب مگاهرتز تقسیم به CPI. پس این فرمول میپسه که تو درس هم دیدید، یعنی من کافیه کلاک ریت رو به CPI تقسیم کنم. کلاک ریت رو به هم داده 400، پس واسه هر دوتا ماشین 400 رو به CPIشون تقسیم کنم. واسه CPI هم که کافیه ضرب کنم دیگه 16%، 6 تا کلاک میخوان. پس ماشین R1 بچه ها CPIشو به راحتی میام حساب میکنم. پس CPI ماشین R1 فقط ماشین حساب میخواست که مجاز نیستید، یکم خواستم ببینم که شما ضرب و جمع بلدید یا نه، که دیدم اکثرا نه، اصلا حال ندارن ضرب و جمع کنن. 16% ضرب در 6 به علاوه 10% ضرب در 8 به علاوه 8% ضرب در 10 به علاوه 66% ضرب در 3. حتی واقعا هم زحمت داره باید اینو ضرب کنید. CPI R2 را هم حساب کنید که CPI R2 میشه 16% 20 کلاک به علاوه 10% 32 کلاک به علاوه 8% 66 کلاک به علاوه 66% 3 کلاک. خب بعد چیز میشه دیگه، میپس R1 و R2 به دست میاد و بعد تقسیم کنید به هم که من انجام میدم.
بچه من ماشین حساب زدم چون مجبور نبودم دستی حساب کنم. این 4.54 شد، این 10.78 انشالله اگه اشتباه نکرده باشم. ببخشید من اینجا رو اشتباه دیدم، 13.66 شد. 13.66. خب حالا بچه من میپسه کیو نسبت به کی میخوام؟ میپسه سوال چی گفت؟ میپسه R1 به R2. خب بچه ها میپسه R1 به R2 خب اینو من واسه R1 بالا بذارم واسه R1 پایین، کلاک ریت ها حذف میشه چون هر دو 400. CPI R2 میاد بالا، CPI R1 میره پایین، درست؟ برعکس میشه دیگه چون CPI تو مخرجه. CPI R2 یعنی 13.66 تقسیم به CPI R1 هم 4.54 که حدوداً 3 میشه دیگه، 3 و خورده شاید یا نزدیک 3، ولی حدوداً چند برابره؟ 3 برابره گزینه 2. خب سوال ساده ای بود، ولی خب حال میخواست که بدون ماشین حساب حساب کنید، ولی بعد حساب کنید دیگه. بچه ها سوال بعدی، میگه در یک کامپیوتر که دارای کشه متوسط تعداد کلاک به ازای هر دستور برابر 4 به شرطی که اصلا میس رخ نده. اصطلاحاً به این میگم سی پی آی پایه. پس سی پی آی پایه 4، یعنی اگه اصلا میس اتفاق نیفته هر دستوری با 4 کلاک کارش تمومه. اگر احتمال میس در کش، میس ریت یعنی، باشه 10%، تعداد کلاک به ازای هر دستور واقعا چند میشه؟ یعنی سی پی آی توتال هم سی پی آی نهاییم چند میشه؟ تو اینجور سوالات بچه سی پی آی توتال میشه سی پی آی پایه به علاوه متوسط تعداد کلاکی که به خاطر هر دستور جریمه میشویم. در واقع اینجوری بگم بهتره، متوسط تعداد کلاکی که به ازای هر دستور جریمه میشویم به خاطر میس. حتما بقیه سوال رو نخوندم، از بخونم. برای جایگزینی یک بلاک در کش نیاز به 5 کلاک برای درخواست های خواندن و 10 کلاک واسه نوشتن. یعنی وقتی که ما درخواست خوندن میدیم و میس میشه، دقت کن، درخواست خوندن میدیم میس میشه، 5 کلاک طول میکشه که بلاک رو بیاریم تو کش بذاریم. یعنی انگار جریمه میس واسه خوندنا 5 کلاکه. وقتی که ما بچه ها درخواست خوندن میدیم میس میشه، 5 کلاک باید صبر کنیم که بلاک از تو حافظه بیاد تو کش. این همون جریمه میسه واسه خوندنا. 10 کلاک هم واسه نوشتنا. حالا فرض کنید هر دستور به طور متوسط دوبار میره سراغ حافظه و 20% دست درخواست ها نوشتنه. خب من اینطور میگم که سی پی آی پایه که 4ه، خب هر دستوری دو تا دسترسی به حافظه داره، بعد 10% این دستورات میس میشن، حالا ضرب داریم میس پنالتی کنن، این 10% خودشون دو دسته میشن، 80%شون ریدن، 20% رایتن. اون 80%ی که رید هستند، اون 80% 5 کلاک نه آره ما رو جریمه قرار بکنن، و اون 20%ی که رایت هستن اونا قرار ما رو 10 کلاک جریمه کنن. بچه این جمله‌ای که اینجا نوشتم متوسط تعداد کلاکیه به ازای هر دستور ما جریمه میشیم به خاطر میس. ببینید بچه هر دستوری دو تا دسترسی با حافظه داره، بعد 10% این دسترسی ها میسه، 10% میسه، بعد این میسا ریدو رایتن، ریدا 80%ن، رایتا 20%ن، ریدا 5 تا کلاک جریمه دارن، رایتا 10 تا کلاک، این میشه 6 2 6 تا 12 1 و 2 دهم میشه 5 و 2 دهم. جواب درستی این 5 و 2 دهم، اما گزینه 3 رو بعد انتخاب کنیم. حالا کاش میگفتم حدوداً یا جواب درست رو میذاشتم توی گزینه ها، ولی نذاشتم دیگه، ولی فکر نکنم کسی هم حل کرده باشه. ببین 52 دهم بعیده کسی رسیده باشه، اما جواب درست این سال 52 دهم. سال رو حذفش هم نمی کنیم. خوبه بریم سال بعدی. خب بچه ها سال میگه در یک کامپیوتر با آدرس حافظه 32 بیتی و کلمات حافظه 1 بایتی
و حافظه نهان از نوع 4-way، کشکمونم 16 کیلوبایت، بلاکمونم 16 بایت. این آدرس بگید که کدوم مجموعه کش نگاشته می شود. گزینه ها تو مبنای 10. خیلی سوال ساده است. اول فرمت آدرس رو به دست بیاریم. ورد این بلاک یا ورد آفست، یا تو این سوال بگیم بایت آفست چون جا بایت و ورد یکیه، یا کلن بهش بگیم آفست. ستین کش، ایندکس، نه فیلد ایندکس یا ستین کش و فیلد تک. من واسه اینکه به این سوال پاسخ بدم باید ببینم این چند بیته و این چند بیته و از این آدرس از سمت راست چقدرش رو رد کنم که این به دست بیاد، چون این به من میگه کدوم ست کش. با توجه به اینکه اندازه بلاک 16 بایته و اینجا واحدم بایته، پس این میشه 4 بیت. حالا ستین کش، یعنی باید بگم چند تا ست تو کش دارم. کش هم 16 کیلو بایته، تقسیم کنم به اندازه بلاک که 16 بایته، این میشه تعداد بلاک کش. تعداد بلاک کش رو تقسیم کنم به تعداد وی، یعنی تقسیم کنم به 4، میشه تعداد ست کش. پس این به من تعداد ست کش رو میده، چون وقتی که میگه 4-way یعنی تو هر ست 4 تا بلوکه. خب این بچه ها 2 به توان، انشالله اشتباه نکنم، 14، 2 به توان 6 میشه 2 به توان 8، این میشه 8 بیت. پس فیلد ستین کشمون 8 بیتیه، یعنی از این آدرسی که داده 4 تای سمت راست نه 8 تای بعد، یعنی CF. CF میشه شماره مجموعه تو کش، که CF رو چون هگزه ده دهی کنیم، 12 ضرب در 16 به علاوه 15، نه این 312 ضرب در 16 اینم که 15ه، که میشه 207. و بعید این سوالو کسی جواب نداده باشه. بریم سوال بعدی. سوال بعدی بچه‌ها میگه که فرض کنید یک پردازنده دارای 16 تا خط آدرسه، 32 تا خط دیتا داره، خطوط کنترلی رید و رایت داره، اگر 8 تا وسیله جانبی هر یک شامل 4 رجیستر دستور، 4 رجیستر وضعیت، 4 رجیستر دیتا باشند و از ورودی خروجی نگاش شده به حافظه مموری مپت استفاده کرده باشیم، حد اکثر فضای آدرس دهی حافظه چند واحد آدرس پذیر است؟ ببینید نیاز داره که خیلی درس رو خونده باشید، به خصوص فصل آی او. وقتی میگه پردازنده 16 تا خط آدرس داره، معنیش اینه که 2 به توان 16 تا واحد آدرس پذیر داریم. یعنی پردازنده میتونه 2 به توان 16 تا واحد رو، حالا اون واحد هرچی هست رو آدرس بده. اما چون مموری مپته، معنیش اینه که یه سری از این آدرس ها مال آی اوه و همش مال حافظه نیست. یعنی 65536 تا ما حافظه نداریم، یعنی مموری اسپیس ما انقدر نیست، چون ما آی او هم داریم و مموری مپت هم هست، یعنی آی او اومده از آدرس های حافظه گرفته، درست؟ خب ما ببینیم چند تا فضای آدرس واسه آی او اسپیس میخواییم. ما 8 تا وسیله جانبی داریم، هر وسیله جانبی ظاهراً 12 تا رجیستر داره، یعنی 12 تا پورت داره، یعنی کل پورتامون 8 ضرب در 12 96 تا، ما 96 تا پورت داریم که این 96 تا پورت هر کدوم یه آدرس مجزا میخوان ظاهراً، ولی الان من تغییرش میدم. بنابراین بچه ها من تعداد مموری اسپیس هم میشه این منهای 96 ظاهراً، یعنی 65536 منهای 96 که اگر حساب کنید، خب بچه این میشه 65440، یعنی گزینه 1. ولی نکته ای که وجود داره اینه که رجیسترهای، یعنی میشه اینو بیشترش کرد. چرا؟ ببین بچه ها، رجیستر دستور کامند، نه پورت کامند از طرف پردازنده فقط یه رجیستر چیه؟ نوشتنیه، یعنی پردازنده تو اون رجیستر می نویسه فقط، اصلا اجازه نداره بخونه. رجیستر وضعیت هم خوندنیه، یعنی پردازنده اونو فقط می خونه. بنابراین یک دستگاه آی او وقتی که 4 تا رجیستر کامند داره، 4 تا هم وضعیت داره،
میتونیم آدرس‌ها اینا رو یکی کنیم. یعنی مثلا ما توی وسیله آی او مثلا کیبورد مثلا 4 تا رجیستر وضعیت داره، 4 تا هم رجیستر کامند داره، خب 4 تا هم رجیستر دیتا داره. پس این یعنی مثلا یه وسیله آی او مثل کیبورد پرفرض یا هر وسیله دیگه ای. ما میتونیم مثلا آدرس 0 رو به این رجیستر بدیم، آدرس 1 رو به این بدیم، آدرس 2 به این، 3 به این، بعد همین آدرس ها رو به وضعیت هم بدیم. حالا چطور قاطی نمیشن اینا؟ خب از روی رید و رایت، یعنی پردازنده وقتی که فرمان رید میده و آدرس 0 میده، یعنی میخواد رجیستر وضعیت رو بخونه. هدفش این رجیستر وضعیته، آدرس 0 رو داده واسه رجیستر وضعیت. ولی وقتی که مثلا فرمان رایت میده، یعنی رجیستر کامند منظورشه. پس میشه آدرسای رجیستر کامند و وضعیت رو مشترک کرد، ولی دیتا نه، دیتا باید آدرسای مجزا داشته باشن، چون دیتا هم خوندنیه هم نوشتنیه و از روی رید و رایت معلوم نمیشه که در واقع کدومه و باید آدرس مجزا داشته باشن. بنابراین میخوام اینو بگم که انگار هر دستگاه آی او 8 تا آدرس میخواد، نه 12 تا. خب 8 تا دستگاه آی او هر کدوم 8 تا پورت انگار دارن، واقعا 64 تا. 65536 منهای 64 کنید و جواب به دست میاد که جواب میشه 65472، یعنی گزینه 2 جواب این سواله و خیلی سوال قشنگ بود. خب بچه ها سوال بعدی میگه که حداکثر تسریع خط لوله 5 استیج تو ایشو یعنی سوپر اسکالر درجه 2، یعنی دوتا پایپ موازی، نسبت به غیر لوله چند اگر 20% کل دستورات انشعاب باشن و به دستور بعد از انشعاب اجازه ورود داده نشه. این جمله بچه ها یعنی این که جریمه هر انشعاب کامن های 1ه، یعنی 5 تا استیج داریم 4ه. وقتی که ما اجازه نمیدیم دستور بیاد تو، 4 کلاک جریمه مونه، یعنی از طول پایپ یکی کمتر. فرض کنید دستورات به طور متوازن بین دوتا خط لوله 5 بندی توزیع شدن. خب من تسریع میخوام، تسریع میشه زمان بدون پایپ به زمان پایپ. خب زمان بدون پایپ اینه که من انگار 5 تا مرحله است، n تا دستور فرض کنید، هر دستوری بعد این 5 تا مرحله رو طی کنه با زمان t مثلا. حالا زمان پایپ، زمان پایپ بچه ها n تا دستور داریم، ولی این n تا نصف میشن، یعنی نصف میرن تو پایپ اول، نصف میرن تو پایپ دوم. بعد اون زمان بدون جریمه رو حساب کنم، k به علاوه فرمول پایپ n منهای 1 که میشه n دوم منهای 1 t. چون انگار ما دو تا پایپ داریم، n تا دستور، نصفش پایپ اول میره، نصفش پایپ دوم. حالا جریمه ها از این n دوم دستوری که درست میگم دیگه، نه در واقع میشه اینجوری فکر کرد که این 20% انشعاب 10%ش سهم اولیه، 10% سهم پایپ دوم، یا میشه گفت که ان دوم دستور داریم، این ان دوم دستوری که رو پایپ اول میره 20%ش انشعابه، درست؟ این ان دوم دستوری که میره تو پایپ ها 20% انشعاب داریم، هر انشعابی هم 4 کلاک جریمهشه، شلو اگه اشتباه نکرده باشم، نعوذ میخوام. این ان دوم دستور بچه ها 10%ش انشعابه، چون از ان تا دستور، کل از ان تا دستور 20%ش انشعابه. حالا از ان دوم دستور 10% انشعابه، متوازن گفته پخش شده دیگه، یعنی ان دوم دستور پایپ اول رفته، ان دوم پایپ دوم موازی، پس یکیشو در نظر بگیرم، پس انشعاب ها هم متوازنن، 20% کل، 10% مال اولی، 10% مال دومی. خب فکر کنم این تفکر درسته الان، که اگر n بره به سمت بی نهایت، ضریب n صورت به ضریب n مخرج یه همچین چیزی میشه، نه؟ ضریب n صورت 5، n مخرج 1/2، اینم 4/10 به 2/2، 2/10 نیم، 7/10 میشه 5 تقسیم به 7/10. ولی به نظرم بازم دارم اشتباه میکنم، یه لحظه من فکرامو جمع جور کنم. ببین بچه، مثلا اگه 100 تا دستور دارم، 20 تاش انشعابه، خب 50 تا میره تو پایپ اول، 50 تا دستور میره پایپ دوم، 10 تا انشعابه، پس از 50 تا 10 تاش انشعابه،
که باز میشه 20 درصدش دیگه. از 50 تا دستور 10 تاش انشعابه. از 50 تا 10 تا میشه باز 20 درصد. یعنی همون 20 درصد ان دوم تاست. یعنی توی ان دوم تا 20 درصد ما انشعاب داریم. 20 درصد. الان درست گفتم. فکر کنم. انشالله. بعد اینجا میشه 4 دهم. نیم 9 دهم. میشه 5 دهم تقسیم به 9 دهم. الان درست گفتم. این بچه ها میشه 5 و 50 و 6 حدودن که گزینه 1 و جواب درستم هست. میرم سوال بعدی. بچه ها سوال بعدی میگه که بلوک زیر چه عملیاتی انجام میده؟ سوالات ساده ایه دیگه. اگر یه ALUه، خب من بر اساس S1 S0 بیاد جدولش رو بکشم. من تو آزمون قبلی هم فکرم داده بودم، اینو یادم نیست. اگر S1 S0 رو 0-0 بدم، این مالتیپلکسره خط 0ش رو انتخاب میکنه. خب خط 0ش فولادره که میاد A رو جمع میکنه با اینم که اینم خط 0ش داره انتخاب میکنه، چون سلکت S0 هم 0ه. A با B جمع میشه 0-1. این خط 0ش رو انتخاب میکنه، این خط 1ش رو. که این خط 1ش رو انتخاب کنه، A با B نات داره جمع میشه 1-0. این خط 1ش رو انتخاب میکنه، اینم خط 0ش رو که این اند A و B رو میده بیرون. و 1-1 این خط 1ش رو انتخاب میکنه، اینم خط 1ش رو که اور A و B رو میده. یه ALUه که داره این کارا رو انجام میده که گزینه 3 یا آریو 1 بیتیس و 4 عمل جمع و اینا رو انجام میده و گزینه 3. میرم سوال بعدی. سوال آخر میگه کدام گزینه عملکرد کد RTL زیر را مشخص میکنه؟ ان مخالف 0 است. خط اول نوشته F not S. R1 و R2 رو 0 کن ظاهرا. یه چیزی جا افتاده. یه N جا افتاده، یعنی N رو بذار تو R1. آره چون N مخالف 0. N رو بذار تو R1. R2 رو 0 کن، F رو 1 کن. که F رو 1 کنی کلاک بعد این اجرا میشه، به شرطی که اور R1 0 نشده باشه، یعنی اینکه R1 حداقل یه دونه 1 داشته باشه. این که اجرا بشه میگه R2 رو بریز تو R3. بعد R2 رو که ریختی تو R3 F رو 0 کن. این اجرا بشه. و به شرطی که R1 0 شده باشه. ولی اگه R1 0 نشده باشه اینو اجرا کن. خب ببینید بچه‌ها من فهمیدم. توی R1 اینو میذاره. حالا اگر 0 نباشد این اجرا میشود. اگر 0 باشد این اجرا میشود. اگر 0 نباشد n، اگر 0 نباشد این که اجرا می شود، R2 یه واحد زیاد میشه، بعد شیفت رایت هم داده میشه R1. شیفت رایت که داده میشه یه بیت از سمت راستش میپره بیرون. بعد دوباره این چرخه تکرار میشه. در واقع چون F1 شده، خب این دو خط دائما اجرا میشن. تا وقتی که چون F1 دیگه، F1 این دو خط اجرا میشن، مثل یه لوب میمونه تا وقتی که R1 بشه 0. تا وقتی که R1 نشده 0 این خط اجرا میشه، این R2 رو که 0 بوده یکی یکی زیاد میکنه، هر بار یه شیفت راست میده R1 رو. مثلا اگه R1 باشه اینجوری، فرض کن R1 اینه، R1 رو یه شیفت راست میده، R2 یکی زیاد میشه. R1 رو شیفت راست میده، R2 یکی زیاد میشه. R1 رو شیفت راست میده، R2 یکی زیاد میشه تا وقتی که R1 بشه 0. در واقع داره چی رو میشماره؟ داره تعداد بیت های R1 رو میشماره. مثلا فرض کنید که N باشه مثلا 64. 64 باینریش اینجوریه. بعد این N که 64ه، N میره تو R1. بعد چون مخالف صفره
این اجرا میشه اور آر یک، چون اور این بیتا، اور آر یک یعنی بیتای آر یک رو اور کن، اور کاهشی بهش میگن. خب نتیجهش مخالف صفره، اف هم که یکه، پس این اجرا میشه، آر دو یه دونه زیاد میشه، شیفراس میدیم آر یک، این بیت میپره بیرون، دوباره همین خط اجرا میشه چون هنوز آر یک مخالف صفره، باز آر دو یه دونه زیاد میشه، شیفراس میدیم آر یک، انقدر شیفراس میدیم بیت بیت میپره بیرون تا آخرش این بپره بیرون. یعنی اگه دقت کنید آر دو نتیجهش میشه 7، چون اینا 7 بار شیفراس دادیم. پس بچه‌ها جواب میشه تعداد بیت های آر یک، در واقع میشه تعداد بیت های ان، و میدونیم عدد ان چند بیتیه، عدد ان تعداد بیتش کف لوگ ان به علاوه 1 یا سقف لوگ ان به علاوه 1، که جواب این سال میشه گزینه 3، ولی اینجا یه ان جا افتاده بود که خودت بعد میفهمیدی به ما چه. خوب اشکالات تایپی تو کنکور هم هست، آتی نه اینقدر، حتی اینقدر هم بوده و سوال هم حذف نشد، یه این اینجا جا افتاده که اینو، حتی سوال آموزشی خوبی بود، انشالله که فهمیده باشید چی به چیه. خلاصه اینقدر شیفراس میخوره خب تا آر یک بشه صفر، آر یک که بشه صفر دیگه این میگه آقا آر دو رو بریز تو آر سه، یعنی خروجیم آر سه، بعد اف و صفر کن، اف و صفر کن، دوباره برو از اول، یعنی دوباره برو از اول، دوباره یه ان دیگه بخون، بیا تعداد بیتاشو بشمار. انشالله موفق باشید بچه ها، خسته نباشید، خدا نگهدارتون.